جناب رحیم حدیدی بسیار بسیار خوش آمدید و ما در کنار شما هستیم تا شما برنامه‌تون آغاز کنید. شما خسته نباشید میگم و درود دارم خدمت همکاران شما در استودیو که برنامه رو پیش میبرن و سلام و درود دارم خدمت همه ایرانیان ایران دوست که از هر کجای جهان به این برنامه توجه دارن. و اما در رابطه با سوال که مسئله ما ترک کردید بحث و اینا آقای قلیل چندین سال که سمپاشی میکنن چندین سال که یعنی خود آقای مشیری در اصل رئیس دایره استبداد در آمریکاست، یک واژه میگه میگه استبداد 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 و بعد حرفاشو زده و رادیو دارن اینا، تلویزیون دارن، امکانات مالی دوی ملی زیاد، وضعشون زیاراست و بعد دیگه ما بحثایی را که با اسناد ارائه میدیم به اندازه کافی هم میتونن از مطبوع از رادیو تلویزیون و کلشون استفاده بکنن و پاسخ بدن و دیگه نیازی به دعوا نیست که اصل قضیه اینه که اونها اسطوره سازی میکنن یه عکسی رو گذاشته اونجا اون اسطوره شه بعد ورود ممنوعه و هیچ که حق نداره در اون حوزه‌ای که برای اونها مسئله است و مهم است وارد بشه. خودش میگه امام حسین رو 14 قرن ازش گذشته، 14 قرنه که اسطوره مسلمانای شیعه است، میره در رابطه‌اش صحبت میکنه، البته چند سالی قبلا نمیکرد، قبلا میگفت که عقاید خدا باید اسلام گذاشت. خب حالا این که مصدق همین دوره معاصره، اونا 14 قرنه هزینه کردن، خرج میکنن، کشته میدن فقط تا به زیارتش برن. اون موقعی که راه نبود پای پیاده میرفتن به زیارت اینا. بعد اون اسطوره ها زیر سوال رفته امروز. بعد اینا یه کسی را آوردن میگن این مقدس هستو در این حوزه وارد نشید. از اون طرف فاجعه اینجاست که ادای روشنفکری هم در میارن. من فقط خلاصه بکنم، نمایش نام نویس و منتقد معروف آلمانی که از سال 1739 تولدش و 1781 تاریخ درگذشتش هست به نام سلینگ، برای نخستین بار این منتقد تئاتر و نمایشنامه نویس در تاریخ آلمان تلاش میکنه اندیشه تفاهم‌آمیز را شکل میده، با شجاعت بی‌نظیر و بیمانندی هم اونا ترویج میکنه با یک جمله: بگذارید همه صداهاشون بلند شوند، بگذارید همه صداهاشون بلند شوند. تازه ما داریم رجوع میکنیم به متفکر آلمانی و نمایشنامه نویس آلمانی ها. حکیم توس، فردوسی توسی که 1000 سال پیش پیامش رو ما داده، مگه بهرام مشیری اینا نخونده؟ مگه مگه اونجا صحبت از شاهنامه شاهنامه نمی کنن مگه اینا؟ اگه فردوسی نگفته ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آن رایت بود در نهان، حق که در نهان داری بگو، بی پرده بگو، جهان با گفتار ویران نمی شود. خب بنابراین به اندازه کافی وقت و زمان دارن اینا بپردازن، حرفای ما رو نقد کنن، بررسی کنن. و اما ما هفته پیش خدمت
شما آقای قوی‌دل گرامی در رابطه با یکی از روشنفکرانی که در خدمت خمینی بود اشاره کردم، نصرت الله امینی، و الان این همون سند را میخوام ارائه بدم که از کتاب 21 جلدی صحیفه نور جلد 4 صفحه 313 مکان پاریس و نامه، موضوع نامه هجرت به فرانسه، مخاطب که مهدی حائری یزدی، زمان که 14 آبان 1357، 4 ذی‌الحجه 1398، روح الله الموسوی الخمینی. به عرض عالی میرساند پاسخی که در این میده به حائری یزدی. به عرض عالی میرساند تلگراف جناب عالی واصل سلامت و سعادت شما را از خداوند تعالی خواستار است. این که جواب تلگرافی داده نشد برای اون بود که تلگراف شما مفقود شد در نجف. تلگراف ها داده بود نجف، اونجا میگه تلگراف جواب ندادن گم شده. در عوض نمودن منزل و پیدا نکردم. اکنون که جناب آقای نصرت الله امینی آمدند، بنا شد به جواب مبادرت شود. یعنی آقای نصرت الله امینی اومده پاریس، میزبینی که من هست، دفتر و دایره هم اینجا آماده و جوابها را پاسخ میدم، از جمله جواب شما یکی را، آقای مهدی حائری یزدی. این جانب به واسطه اتفاقاتی که از نجف اشرف به سوی کویت حرکت و از اونجا از ورود حتی برای عبور از شهر به ایستگاه من شد، ناچار پاریس آمدم. چون احتمال همین توطئه در سایر کشورهای اسلامی بود، بنا دارم هر وقت محل مناسبی که بتوانم به خدمت خود ادامه دهم ممکن شد بروم و در بلدی افلانی از جناب عالی امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. این از کتاب صفحه نور جلد 14 و نشون میده که خمینی که تو پاریس هست از این روشنفکران، در نشست اول من اشاره کردم از روشنفکران فاسد شده دور خمینی جمع شدن، از جمله یکی از اینها میرزا وینی که تشکیلات خمینی نصرت الله امینی بود. درست؟ اما حالا من میخوام اشاره بکنم به برنامه ساز تلویزیون اندیشه آقای فرامرز فروزنده. آقای فروزنده، شما آقای امینی را دایره المعارف جنبش مشروطیت معرفی میکنید. باور من این است که شما گویا بیکار بودید. آدمی که بیکار باشه فکر میکنه که یک علاقه یا به هر شکل ارادتی به کسی داره شد براش بشینه یک عنوان. از بیکاری این عنوان شما این شغل را انتخاب کردید، دایره المعارف جنبش مشروطیت آقای محمد امینی. ها؟ به باور من شما که بایش مصاحبه میکنید این دفعه، شما میبایستید از فعالیتش در کنفدراسیون برای ما بگید. از این که نصرت الله امینی میزبینی خمینی هست
از اینجا سوال بکن در این مورد مقدار اطلاعات بدید. یارا این که شما لطفاً اگر بی خبر هستی من یک مقدار اطلاعات در اختیار شما میذارم. شما ماهنامه 16 آذر کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی برای احیای سازمان واحد جنبش دانشجویی، شما این نشریات را از آرشیو محمد امینی رنج بگیر بخون و بعد باهاش مصاحبه کن. مگر ژورنالیست‌ها چه کار میکنن؟ اگر میخوان یک مصاحبه جدی داشته باشن خب اول برن چند روز چند ساعت پژوهش میکنن در اون زمینه، اطلاعات کافی میگیرن، بعد میرن وارد بحث و مصاحبه میشن. همینجوری که نمیشه دایرة المعارف جنبش مشروطیت. و الان من یک گوشه از کنفدراسیون که آقای امینی حضور داشته در مصاحبه با احمد شایگانه، احمد شایگان از این سوال میکنن بزنش هست انشاءال در کنفدراسیون سوال آقای احمد شایگان گویا بعد از انشاب مذهبیون از کنفدراسیون از سوی عده‌ای از اعضای کنفدراسیون به جلسات ایشان حمله می شده است، شما این موضوع رو تایید می کنید؟ پاسخ احمد شایگان: این جریانی بود که به رهبری فردی به نام محمد امینی هدایت می شد. البته هیچگاه نتوانست در هیئت دبیران حضور داشته باشد یا نقشی تعیین کننده داشته باشد. دیگه آقای شایگان بایدونی که یک گرایش مذهبی از کنفدراسیون انشاب کردن جدا شدن ازدهی بر این باورند که وقتی این گروه میخواد جلسه ای بذاره یا مانوری بده به اینا حمله میشد. این درسته؟ میاره سردسته این گروه فردیست به نام محمد امینی. بعد میگه این افراد یعنی که این بخشش دیگه از منه، این افراد یعنی آقای محمد امینی و رفقایش دیگه این سیاست غلط را داشتن که درگیری های فیزیکی ایجاد میکردن و در سازمان آمریکا مقصودش همون کنفدراسیون میگه که من دبیر بودم، دبیر کنفدراسیون بود در اون بخش آمریکا. احمد شایگان میگه بس شد موقعی که این سردبیری دبیر بوده که این افراد را از کنفدراسیون اخراج کنن. به چی دلیلی؟ به دلیلی که چماقشی میکردن. بعد میگه محمد امینی و یارانش هم با مذهبیون درگیری فیزیکی میکردن هم با پروتیسکیس ها. احمد شایگان: اینها سازمان های جنبی و ایدئولوژیک دانشجویی بودن، به هیچ وجه نمیتوان اونها رو دموکراتیک نامید. خیلی خوب آقای دوست گرامی فرزانه بزرگوار ما فرامرز فروزنده، شد چطوری باش مصاحبه میکنی و چند میلیون ایرانی در خارج و دانشجو در داخل هیچ اطلاعاتی از کنفدراسیون نمیدی و به ما نمیدی ولی به راحتی میایی میگی که دایرة المعارف جنبش مشروطیت؟ بینندگانی که در داخل به خصوص دانشجویان در این برنامه رو میبینند عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم، خانم هما ناطق یکی از پژوهشگران جدی تاریخ معاصر است و سالها هم همکار زندیات دکتر فریدون آدمیت بوده. گفتاری دارد که پیشکش میکنم به آقای فروزنده. هما ناطق
هنوز حتی یک دوره مراقص تاریخ معاصر را نداریم، چه بسا نیازی هم نباشد. جملگان نخونده و ندانسته صاحب نظرند. یکیش آقای فروزنده، هنوز حتی یک دوره ناقص تاریخ معاصر ایران را نداریم، چه بسا نیازی هم نباشد. جملگان نخونده و ندانسته صاحب نظرند. درسته؟ خب دوستان شنوندگان محترم، الان من دو برگ از جریان همین تاریخ نگاری را دارم عرض میکنم خدمت شما. آقای بهرام مشیری در برنامه خودش به خودش اجازه میده به هر که دلش بخواد ترور شخصیت بکنه، زیر سوال ببره. آقای بهرام مشیری شجاعالدین شفا را با چه عنوانی شما معرفی کردید؟ فردیست فرومایه. گفتی یا نگفتی؟ احمد شاملو را چگونه معرفی کردی؟ فردی کم‌مایه. الان من به شما ده ها و صد ها نفر از احزاب و کادرها و رهبران کنفدراسیون را میتونم نشون بدم که در فرومایگی بیمانند بودند. نمونه که الان برات میخونم، شجاعالدین شفا فرومایه نبود، احمد شاملو کنمایه نبود، 50 اثر از خودش به یادگار گذاشته. ببین همون موقعی که نصرت الله علیمی میزاد نیس خمینی هست، شما بینندگان توجه شما را جلب میکنم به خبرنامه اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور. تو ایران درس دانشگاهی خوندن، تو خارج هم اومدن تحصیلات دانشگاهی کردن. اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران، اعلامیه حضرت آیت الله عظما گلپایگانی را در نشریه خودشان تبلیغ و ترویج میکنن. حالا گفتار حضرت آیت الله عظما گلپایگانی مرجع عالی قدر شیعه پس از بیرون آمدن از بیمارستان، اعلامیه ای را به تاریخ 17 خرداد 57 خطاب به حضرات آقایان علمای احلام و حجج اسلام و برادران مسلمان صادق و تیهون فرمودند. حالا اینجا داخل پرانتز شروع میشه، همه گفتار از آیت الله عظما گلپایگانیه. نگرانی ما از این است، این چیزی که میشنوید این پلتفرم رهایی بخش انبوهی از روشنفکران فاسد شده متحجر در حول کنفدراسیون با عنوان اتحاد نیروهای جبهه ملی. نگرانی ما این است که بیش از نیم قرن است ایادی بیگانه با ترویج فحشا و فساد ترتیب جشن فرهنگ و هنر و صرف اموال ملت در این امور و بستن پیمانهای فرهنگی با کفار و مادیون و معدود کردن نویسندگان و گویندگان مذهبی و روشنفکران متدین و حمایت فرق زاله یعنی بهایی ها، کلیمی ها، زرتشتی ها، مسیحی ها و حمایت فرق زاله
و منحرف و طرح برنامه‌های ضد دینی در آموزش و پرورش، اختلاط مدارس و مراکز فرهنگی و تحلیل دانشگاه‌ها و از بین بردن کشاورزی و اقتصاد مهلک به عنوان اصلاحات و ده‌ها موضوع دیگر کوشش می‌کنند شخصیت اسلامی این مملکت را تغییر دهند. همین این گفتار از آیت الله عظما گلپایگانی که از بیمارستان اومده بیرون پیام میده چند ماه مونده به انقلاب ها. بعد مجموعه ای از روشنفکران فاسد نشده که پرچم و هویت و بیرقشون مصدقه، اینو میگیرن در اروپا در نشریات خودشان تبلیغ و ترویج کردند. امضا چیه؟ امضا جاودان باد نام دکتر محمد مصدق، آموزگار بزرگ نهضت‌های ضد استعماری در جهان. این یک نمونه. آقای بهرام مشیری وقتی که میگی شجاع‌الدین شفا فردی فرومایه و احمد شاملو فردی کم‌مایه، انبوهی از این نخبگان فرومایه و بیمایه همه در حول مصدق جمع شده بودند، از جمله نصرت الله امینی که میرزا ویلیس خمینی بود. بزرگترین فاجعه تاریخ ایران رقم زدن. درست بود؟ به شما بینندگان، من در نشست قبلی اشاره کردم مجد الاسلام کرمانی دارم مقایسه میکنم این دو گفتاری که شش ماه مونده بود به انقلاب، اتحاد نیروهای جبهه ملی که پرچم و بیرق و اسطورهشون مصدق بود، رفتن چیکار کردن؟ اون چیزی را که روحانیت میخواست، آزادی زن را نمیخواست و حق شهروندی را نمیخواست، تحصیلی دانشگاه‌ها و مدارس و اختلاط دختر و پسر، همه کل جامعه به فتاق کشیده شده بود، اون را تربیج تبلیغ کردند و کردند و نشون دادند که تا خرخره اینها به سقوط سیاسی رفتند. و امروز 50 سال تأسیس کنفدراسیون در آلمان میخوان جشن بگیرن و موقع این اتفاق میفته که در جنبش مشروطه که خودشان را و مصدق را وارث جنبش مشروطه میدونند، مجد الاسلام کرمانی که در جنبش مشروطه براتون هفته پیش اشاره کردم که مطرح میکنه رئیس به عنوان رئیس طلاب حوزه اصفهان، که اون که باعث انحطاط مجلس مشروطه شد ورود روحانیون بود درش و دو تا عیب داشت از این که روحانیون وارد مجلس مشروطه شدن. یک این که همه اصول و مرامنامه جنبش مشروطیت چی بود؟ غیر شرعی بود، عرفی بود، ولی این روحانیت رفت مرامنامه مشروطیت را شرعی کرد. و دومی که میاد پیام میده اگر روز روزگاری باز این مردم به فکر مشروطه و مجلس افتادن، باید حواسشون جمع باشه که جنس هم مدرسه را به مجلس را ندهند. آقای فروزنده، اگر دایره المعارف جنبش مشروطه محمد امینی باشه، انقلابش اسلامی میشه. دو تا سند خوندم که آقای امینی هم سنگر و هم وزن
همین گرایش ها در کنفدراسیون بود. نمونه دیگر ببخشید من یک سند ارائه کردم فقط. نمونه دیگر در رابطه با دکتر علی شریعتی می‌نویسه، خبرنامه اتحاد نیروهای جبهه ملی، سیوم خرداد 57، میگه راه نابودی دشمن، ها این چیزی رو که مجلس اسلام کرمانی گفت بعد از 100 سال چه اتفاق افتاد. راه نابودی دشمن و به حرکت در آوردن مردم برای آزادی و استقلال در این است که مبارزه را از شیوه غربی تقلید شده به سوی پایگاه های سنتی سوق داد و از فرهنگ پرشکوه ملی که اسلام خمیر مالی تاریخی آن می باشد طرف بربست. این مجموعه ای از روشنفکران فاسد شده تحصیل کرده اروپاست با عنوان نیروهای جبهه ملی که در کنفدراسیون فعالیت می کردند. میگه باید از شیوه مدرن غربی که تقلید است برای سازماندهی دست کشید. پایگاه مبارزاتی را باید برد به چه سمتی؟ باید برد به پایگاه های سنتی. چرا؟ چون خمیرمایی پایگاه سنتی اسلامه، درسته؟ خب الان باز من نشون میدم که آقای فرامرز فروزنده تاریخ نگاری که آقای محمد امینی میکنه و این تاریخ نگاری شما در همون برنامه خودت دعوتش بکن، بخشایی از این گفتاری رو که من گفتم براش پخش کن، بعد از این سوال کن آقای امینی نظرت در این گفت در مورد این گفتار چیه؟ ها؟ چگونه است که مجدل اسلام کرمانی در دوره مشروطه رئیس طلاب حوزه اصفهان اون اوضاع احوال از مشروطه و پایان مشروطه میده؟ چگونه است که تو و تشکیلاتت و همه گرایش تاریخ نگاری اسلامی مصدقی مارکسیستی تا به امروز شعار دادید که همه چیز مشروطه بود، این رضا شاه بود که اومد فاتحه مشروطه را خوند؟ به چه جرأتی به خودت، ها به چه جرأتی با کدام پشتوانه علمی میگی دایره المعارف جنبش مشروطه؟ ها یکی از چهره های برجسته در زمان خودش، چهره های سیاسی شخصیت ملی در زمان خودش، بینندگان محترم، دانشجویان، مخبر السلطنه هدایت است. مخبر السلطنه هدایت از برجسته ترین رجال زمان خودش است، هم در دوره مشروطیت و هم در دوره رضا شاه، 6 سال که رئیس دولت بود، نخست وزیر بود. درست؟ من میخوام به طور مقایسه این نشون بدم این رجال برجسته مشروطیت، انقلاب مشروطه شده چه مقدار تونست امکانات خودش برای نجات مردم به کار بیاندازه و چه مقدار در زمان رضا شاه که فاتحه مشروطه را خونده این تونسته به آرزو و آمالهای خودش برسه. اگر بتونم این دوتا را با حوصله بیان بکنم اون موقع ماهیت تاریخ نگاری
اسلامی و مارکسیستی مصدقی برجسته میشه که تا کجا به من و شما اینها دروغ گفتند. رجوع میکنم به تاریخ انقلاب مشروطه اثر مهدی ملکزاده، 7 جلد در 3 جلد منتشر شده، از جمله کسانی است مطلع در تاریخ در جنبش مشروطه. مهدی ملکزاده می‌نویسه یکی از مشکلاتی که در اون ایام پیش آمد، یعنی در دوره مشروطه، کشمکش میان عدلیه و روحانیون بود. علمای متنفذ بنابر عادت دیرینه در کلیه امور قضایی مداخله میکردند و احکام ناسخ و منسوخ صادر مینمودند و در نتیجه دستگاه عدلیه نوین را فلج کرده بودند. آزادی خواهان که عقیده داشتند، کلیه مرافعات و شکایات اهم از حقوقی یا جنایی باید به عدلیه رجوع بشود و احکامی که از طرف عدلیه صادر می شود واجب الاجرا باشد، از مداخله علما در امور قضایی عصبانی بودند و می خواستند به هر قیمت که باشد دست آنان را از مداخله در امور قضایی کوتاه کنند. دوستان، شنوندگان، بینندگان، اینجاست که کمپانی جهل و دروغ، کمپانی جهل و دروغ اسطوره بهرام مشیری مصدق دستش رو میشه. همین مد دروغهای مصدق رو میکنه. دروغش اینه، میگه رضا شاه اومد دادگستری از بین برد، میگه رضا شاه اومد دادگستری از بین برد. ادامه گفتار مهدی ملکزاده میگه ولی قدرت و نفوذ علما به درجه ای بود که خواهی نخواهی مراجع قضایی را تحت تأثیر قرار داده بودند. درگیری بین نیروهای لایک که میخواستند شکایات دادگاه ها عرفی باشه، ولی علما نفوذ میکردند، احکام ناسخ و منسوخ صادر میکردند و اشکال تراشی میکردند. این روشان نبود که بیاد اشکال تراشی بکنه، این فقها ها بودند این کار میکردند. این جریان ادامه پیدا میکنه، ولی قدرت و نفوذ علما به درجه بود که خواهی نخواهی مراجع قضایی را تحت تأثیر قرار داده بودند. اعتنایی به احکامی که از عدلیه صادر میشد نمیکردند. شاه و مستبدین هم که اصولا با دستگاه دادگستری مخالف بودند، میخواستند اون مؤسسه نوزاد را فلج نمایند. از هیچ نوع تحریکات و تعذیب، تخریب بر ضد عدلیه که یکی از پایه‌های حکومت ملی بود خودداری نمیکردند. از طرفی علمای احکام ناسخ و منسوخ میدادند، رشوه میگرفتند، نمیگذاشتند عدلیه که آمال و آرزوی همه آزادی خواهان است و نهضت مشروطیت برای به وجود آوردن عدالت خانه ظهور کرده کاری از پیش ببرد و چرخ عدالت به گردش درآید. پس از اون که اینجا بحث من رو مخبر السلطنه و هدایت است، پس از اون که مخبر السلطنه، بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم، نخبگان روشنفکرانی که برای عدلیه مبارزه کرده بودند درگیر شدند چندین سال با روحانیون و نتوانستند، زور روحانیت چربیده با احکام ناسخ و منسوخ پناه بردند. تنها فردی که با پرینسیپ تر از همه و دیسیپلین داره پناه بردن به مخبر السلطنه هدایت. میگن تو بیا این کارو بکن، بیا وزارت عدلیه رو تو تحویل بگیر. آقا ازش تمنا میکنم،
که بیاد چی بکنه؟ تا حدی جلوی احکام ناسخ و منسخ علما را بگیرد و تا حدی هم گرفت و بنای سختی با اونا گذاشت. ولی این کابینه هم با اینکه مورد حمایت رهبران ملت قرار گرفته بود، به واسطه تحریکات دربار دوامی نکرد و بعد از چندی یک اعضای اون استعفا دادن، از میان رفت و مداخله مقامات روحانی در امور قضایی همچنان ادامه داشت. یعنی چی؟ یعنی فرو پاشید و اون کسی که از همه توانایی جربزاش بیشتر بود و اون حساب میکردن مخبر السلطنه هم برید، استیفا دادن. حالا دوستان میخوام همین مخبر السلطنه هدایت را که 6 سال نخست وزیر رضاشاه شده رئیس دولت است، ببینید چه چیزی را بیان میکنه. میخوام با این گفتار ماهیت روشنفکران فاسد شده را چنان عریان و عیان بکنم که هر ایران دوستی از این گفتارها استفاده کنه برای مبارزه با این دشمنان ایران زمین. برای چی نرفا میزنه؟ هر کس که برای ایران کوشید اینا علیش جنگیدند. مخبر سلطنه هدایت می‌نویسد در دوران سلطنت رضاشاه رعایت افکار و عنایت به شعار می‌شد، اشاره به حسن اخلاق می‌رفت، مجلس مقامی داشت و ملت احترامی، تأسیسات مفید بسیار شد، به ساختن راه‌آهن توفیق یافتیم، اقتصادیات نبوغ لایق کرد، قوانین از مجلس گذشت، عایدات دولت روز به روز افزود، این شاهان گجر قرض می‌گرفتند برای سفر می‌رفتند و بعد به کشور فرانسه هم که می رسیدن اونجا هم یک قرض دیگر می گرفتن، مثل مظفرالدین شاه که یک قرض گرفت فقط عروسک خرید برد ایران. این همون کشوره که 11 سال هم که عمرای حکمای مشروطه براش جنگیدن، از جمله همین مخبر السلطنه هدایت که استعفا داد، ولی به جایی رسیده میگه عایدات دولت روز به روز افزود. دولت توجه بفرمایید، دولت که همیشه دستش برای منحصر مبلغی دراز بود، 100,000 لیره به دولت شوروی مساعدت کرد. توجه کنید، برنامه 10 ساله در نظر گرفته شد. اساس برنامه عبارت بود از نوها به جای معمولات و آداب کهنه، گل آرزوهای 30 ساله در بستان کشور رخ برنمود. این همه مخبر السلطنه هدایت است که میره استیفا میده، نمیتونه کاری بکنه، درگیر با روحانیت شده. انگیزش چیه؟ انگیزه اینه که همه این روشنفکرانی که بودند خودشون تا خرخره مذهبی بودند، اعتماد به نفس نداشتند، از جمله مخبر سلطنه هدایت. محور مریدی میبایستی پیدا میشد از اعتماد به نفس برخوردار میشد، نقش رضاشاه بود. همه اینها را آورد، از وجود اینها استفاده شد برای نجات مملکت. و اینجا در این دستگاه مخبر السلطنه هدایت همه دانش و سطحی که داشت برای آبادی کشور به کار گرفت. میگه گل آرزوهای 30 ساله در بستان کشور رخ نمود و پهلوی امری بود که مملکت را تکان داد و رو به تعالی برد، آرزوهای دیرینه را عملی کرد. پهلوی
هوش سرشار داشت، حافظه بسیار، با بیسوادی متصرف در عبارات بود و ملتفت اشارات، نکته سنج و متین، غیظ را فرو بردن و میتوانست و هر چیز را به جای خود نهادن میدانست. عزم سنگین داشت، اراده آهنین، در کارها بنیان میخواست و مراقب فرجام بود. و حالا با گفتاری از علی میرفتروس، و میدونم که وقتم در حال اتمامه و این بحث پایان میبرم، من بحث از روشن فکری کردم، از روشن فکران فاسد شروع کردم، از بگذارید همه صداها بلند شود گفتم، از فردوسی گفتم، ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آنج رایت بود در نهان. میفه فکر چی میمیسه؟ روشن فکر ایدئولوژیک از داده های موجود تاریخی و سیاسی فراتر نمیرود، بلکه روز به روز در گرداب باورها و فرضیه های از پیش داده شده فروتر می رود. نقش روشن فکر در آویختن با باورهای رایج جامعه است و نه در هم آمیختن با اونها. اون دستگی که از اتحاد نیروهای جبهه ملی برای شما گفتم همه رو داره بیان میکنه. علی میرفتروس با آثار خودش یک سال مونده به انقلاب و قبل تر از اون زمینه فکری برمیگرده به سال 48-49 زمینه فکری درش ایجاد شده که در آویختن با باورهای جامعه از وظایف جدی و فوری روشن فکری است و این نقش عهده‌دار شد، نه در آمیختن با اونها. روشن فکری اساسا با شک آغاز می شود. روشن فکر واقعی اساسا جوینده، کنجکاو و شجاست. روشن فکر واقعی با شک در داده های تاریخی و سیاسی خواب ذهنی جامعه را آشفته می کند. یعنی شک ماهیت موضوع متفکر و روشن فکر واقعی است. او با بیدار کردن شک می کوشد تا پایه های یقین را استوار کند. روشن فکر واقعی در پی وجاهت ملی نیست. کار او آزاد کردن حقیقت از زندان مصلحت های سیاسی ایدئولوژیک است، چرا که وقتی حقیقت آزاد نباشد، آزادی حقیقت ندارد. و با چنین عقاید و شجاعتی است که امروزه ادعی میرفتروس را مورد ترور شخصیت قرار می‌دهند. ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آنچ رایت بود در نهان. سپاس و متشکرم که گوش کردید، تماشا کردید این برنامه را، و سپاس از آقای قویدل و بقیه دوستان که ما را همراهی کردن. من خواهش میکنم که بازم باشین روی برنامه، سپاسگزارم از برنامه‌تون. در برنامه‌های آینده امیدوارم بپردازیم، سخن از دادگستری شد به علی داور، من چون توی سخنانتون نمیان که سررشته کلام ازتون از دستتون نره، به ویژه این که دشواری گفتگوی تلفنی و منم روی اسکایپ هستم، این دشواری داریم.